عباس حسینی پژوهشگر تلو برای بحث بیشتر در مورد این گزارش با ما است. آقای حسینی عرض سلام بر شما سپاس مزدور در تولو شما. تولو خب بین در مورد این گزارش در آغاز بحث کنیم یافته خود را آنچه هم که در گزارش بود بیشتر از این با ما در آغاز در میان بگذاریم ب... 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 به نظر می که سال 2016 همانندی که سال 2015 سال بسیار خونی و جدی بود مثلا روان تحولات امنیتی در زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد حتی با شدت بیشتری و کاهش نیافت به نظر می رسید که سال 2016 هم به این گونه ادامه پیدا بکنه اما رویداد امنیتی ماه نوامبر نشان می که که تقریبا عملا اولین ماه فصل سرماست، یعنی از اواسط فصل پاییز که شروع میشه اما دیده میشه یک کاهش 20 درصدی در رویدادهای امنیتی ما داریم نسبت ماه قبل ماه اکتبر خونین ترین ماه در طول دو سال گذشته بود که مخالفین مسلح به دست به تحرکات بسیار جدی و گسترده زده بودند و تمرکز اصلی از اونها مراکز شهرهای بزرگ بود که به ما دمای قبل از او ما کندوز بودیم و روزگان، هلمند و همچین سایر ولایت اما دیده شد که ماه نوامبر با کاهش رویداد امنیتی و روبرو بودیم و مخصوصا تحرکات مخالفین مسلح در حالی که ما در ماه نوامبر شاهد یک کاهش 21 درصدی در عملیات های نظامی هستیم اما حملات مخالفین مسلح بر مواضع نیروی امنیتی بیش از 300 درصد یعنی سه برابر کاهش یافته ما در ماه اکتبر مخالفین مسلح 143 حمله بر مواضع نیروی امنیتی داشتن که این تعداد در ماه نوامبر به 43 رویداد کاهش پیدا میکنه یعنی 100 رویداد 100 حمله کاهش پیدا میکنه و از او حملات گسترده ای که در قبل وجود داشت به از یکی دو و یک مورد که در سر پول بود ما شاید حملات گسترده و تحرکات گسترده مخالفین مسلح نبودیم در کنار از این فعالت ما این با های مخالفین مسلح هم یک کاهش 38 درصدی را نشان میته اما در, در, کنار اینا فعالت های کشف و بازداشت نیروهای امنیتی هم افزایش پیدا کرده ما با شاهد یک افزایش 25 درصدی در فعالیت کشف دستی دستگیری هستیم به این خاطر دیده میشه که شاید در زمستان پیش ما وضعیت آرامتری داشته باشیم در جبهات جنگی اما با کاهش ترکات مخالفین و مسلح احتمالی میره که حملات اونها به شهرهای بزرگ مثل کابل، حملات انتحاری، حملات مثلا حملات انتحاری افزایش پیدا کنه که ما دمای اونجا شاید دو حمله انتحاری در کابل حالا حالا بیاфта گونی هم است که خب مخالفین تعداد خاموشی اختیار کردن و بیشتر فعالیت ندارن در مقابلم خود نیروهای امنیتی هم تعداد فعالیت‌های بزرگترشون کاهش یافته ولی بخش کشف و استخبارات و دستگیری‌هاشون افزایش پیدا کرده. یعنی باز هم میشه این گونه برداشت کرد که نیروهای امنیتی هم به گونت تعداد دفاعی و واکنشی را به خود دارن خب منتظر هستن که حمله‌ی صورت بگیره تا اینا از خود فعالیت نشان بدن یعنی از این گزارش میشه این گونه دریافت با توجهی که اعلام شد که عملیات زمستانی شفق دو آغاز میشه و عملا آغاز شد از 21 نوامبر برابر با اول ماه خمس و از ولایت نگرهار ولسوالی پچیراگام عملیات آغاز شد و پس از ده روز اینا تا پچی ولسوالی پچیراگام تصفیه بسازن اما بجز از عملیات موردی دی که روزانه در های مختلف ما شد در حدود 25-26 ولایت در یک ماه ما نظامی وجود داشته بر اساس گزارش ما در 28 ولایت بر اساس گزارش نومبر در 28 ولایت عملیات نظامی صورت گرفته اما او عملیات های نظامی گسترده ای که منجر به پیش روی امنیتی در مناطق زیر تصرف مخالف مسلح باشه دیده نمیشه به غیر از عملیات پچی پچیراگام که دایش وجود پاکسازی شد کاهش تحرکات مخالفین مسلح همواره فرصت خوبی بوده که نیروی امنیتی بتوانند از این فرصت استفاده بکنند و دست, هم... دست, به حملات گسترده تر بزنند تجربه ما در گزارش امنیتی دو سال گذشته نشان میده که اگر نیروی امنیتی نتوانند مناطق زیر تصرف مخالفین مسلح را پاکسازی بکنند و حسای رهبری اونا را از بین ببرند مخالفین مسلح با توجه حمایت های مختلفی که دارند و جابجایی و همچنین تجهیزی که میشن این ظرفیت و پتانسیل پیدا کردن که در یک ماه و به صورت غافلگیرانه تحرکات خودشون افزایش یعنی میدن یعنی این خاموشی قبل از طوفان میشه گفت برشته ما در ماه سپتامبر امیر بود ماه اگست که ما برسی کردیم ماه هفتم هفتم یا هشتم سال 2016 او وقت ما گفتیم که مای اگست ماه اگست خونین ترین ماه در طول دو سال گذشته بود بعد از اون ماه سپتامبر شاید کاهش حملات مخالفین مسلح و کاهش نارامی ها بودیم و نیروی امنیتی فرصت داشتن که از فرصت از زمین های مختلف استفاده کنن و عملیات گسترتر به راه بیندازد اما از این فرصت استفاده نشد در نتیجه بعد از این که در ماه سپتامبر کاهش تحرکات مخالفین مسلح صورت گرفت در ماه اکتبر مخالفین مسلح بار دیگه دست به حملات گسترتر زد. به خاطر هیچ گونه تضمین یا پیشبینی وجود نداره ولی ولی حد داخل حسینی از نیروهای امنیتی و نادای امنیتی انتظار چی میره که یا تجربه جنگ در از مدت را با این مخالفین دارن حداقل وقتی که اونا فعالیتاشان کم میشه چرا ترکات اینا افزایش پیدا نمیکنن با این متوقف بودن و حمالت دفاعی بودن پیامدش چی بوده میتونه با توجه به این که شما با توجه به تجربه یافتها در گزارش دارین <تصفح> واضح میگین که قابل پیش بینی هیچ چیز نیست انتظار همین میره که با, با کاهش تحرکات مخالف مسلح نیرو امنیتی تحرکاتشون افزایش بیدن اما گزارش امنیتی ما نشان میده که وقتی تحرکات مخالف این کاهش بیدن میکنه از میزان عملیات های نظامی نیروی افغان هم کاسته میشه متاسفانه دیده میشه که هنوز سیستم جنگی یا استراتژی جنگی ما با دگرگونی جدی و عمیق همراه نشده و ما وقتی که تحرکات مخالف مسلح کاهش پیدا میکنه نمیتونیم که یک منطقه را به خوبی و به صورت کامل پاکسازی بکنیم با ما در ماه اکتبر شاهد حملات گسترده مخالف مسلح برای تصرف حتی شهر فراه بودیم و نیروهای امنیتی بسیار با یک زحمت با حمایت مردمی نیروهای خیزش مردمی مخالفین مسلح از شهر فراه و اطراف شهر فراه عقب زدند اما در ماه نوامبر ما بار دیگه شاهد ترکات مخالف مسلح در اطراف شهر فراه هستیم یک منطقه در شمال شهر فرا به نام منطقه شمالگاه یک پسته نیروی امنیتی در این منطقه سقوط میکند مخالفین مسترد دوباره تحرکات خودشان در اطراف شهر فرا اثر گرفتند و اوی تحرک دارند در چندین ولسوالی مثلا ولسوالی بالا بلو فرا در ولایت سرپول ما شاید این ای هستیم که, که عملات جدی تصویبی آغاز نمیشه در ولایت سرپول در ماه گذشته ما شاید حملات گسترده مخالفین مستقر به ولایت سرپول بودیم اما حالی در ماه نوامبر شاهد حملات گسترده برای مرکز شهر سرپل هستیم چندین منطقه در مرکز شهر سرپل در اختیار مخالفین مسلح قرار داره ولسوالی سیاد یک قسمت قابل توجه در اختیار مخالفین مسلح قرار داره ولسوالی کویستانات ولایت سرپل بیش از یک سال است که در کنترل مخالفین مسلح قرار داره توقع می که با توجه به گپایی که مقامات امنیتی و وزارت دفاع اعلام کردن در مورد شروع عملیات زمستانی و این عملیات زمستانی یک عملیات جدی و کوبنده خواهد بود ما شاهد چین عملیات شروع چین عملیات نیستیم تلاقا می رفت که مناطق زیر تصرف مخالف مسلح پاک سازی شود اما فرمانده قروردوی 209 شاهین در ولایت برخ مثلا در مورد ولایت سرپول میه که ما مراکز مخالفین مصالح هدف خرامتیم و در به حال سال آینده طرح پسگیری ولسوالی کویسان سرپل آماده خواهیم کرد یعنی اولا سایدی... در زمستان هیچ گونه کارکرد وجود نخواهد داشت حالا حداقل توصیه های لازم چی بوده میتونه چه کارا باید فرد بگیره با تاج به یافت های امنیتی شما نیازمند امنیتی نیازمند چی است مردم در مناطقی که زیر تاثیر مخالفین مسلح است با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند عملا فصل زمستان آغاز شده دو ولسوالی در ولایت بدخشان بیش از یک سال است که دستور تصرف مخالف مسلح قرار داره مردمی که از این دو ساله جای شدن در مرکز ولایت بدخشان و ولسوال دیگه در وضعیت مناسب به سر نمی برن همچنین ولایت کندوز در هلمن، در ورزگان در سرپل در فاریاب و همچین مناطق مختلف دیگه تا زمانی که تجربه دو ساله امنیتی ما نشان داده ما فشارم عرض کردم تا زمانی که نیروهای امنیتی نتونن از فرصت های که کاهش ترکات مخالف مسلح را اختیار استفاده نکنن و مناطق زیر تصرف مخالفین را پاکسازی نکنند و پیشروی نداشته باشند هیچ گونه تضمین و هیچ گونه پیشبینی وجود نداره که مخالفین مسلح نتوانن به یکبارگی و به صورت غافلگیرانه دست به تحرکات جدی امنیتی نزنند متاسفانه هنوز چگونگی توزیع نیروهای امنیتی مخصوصا پلیس در محلات مختلف مخصوصا محلات آسیب پذیر با مشکلات زیاد وجود داره مخالفین مسلح به راحتی میتونن که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر از یک ولایت به ولایت دیگر, دیگر، نیروهای خودشان منتقل بکنن تجهیزات امکانات خودشان منتقل بکنن و در حالی که در یک ولسوالی شاید نزدیک به 80 سرباز پلیس وجود نداشته باشه اما ممکنه که چند ست مخالف مسلح حمله بکنه به مرکز اورشلیم به خاطر نیاز است که از فرصت زمستان پیش رو کاهش ترکات مخالف مسلح به خوبی استفاده شود از شما سپاسگزار هستم آقا... آقای عباس حسینی پژوهشگر تلونیوز از حضور تان در نیمروز هست. سپاسگزار هستم شما